از شاخه آنتورپ بلژیک تشریف آوردن و سخنران دیگر این کنفرانس هستند، در خدمت شما هستیم و هموندان دیگری از نقاط مختلف اروپا اینجا حضور دارن، از حزب مشروطه ایران و دوست عزیز و همکارم آقای دکتر نادر زاهدی، آقای قطبی عزیز که از شورای مرکزی حزب هستند و سایر دوستانم که اینجا هستن و بسیار سپاسگزار و خوشحالم که میبینم اتون. نمیتوان صحبت را آغاز کرد بی آنکه مراتب همدردی عمیق و تسلیت خودم را با مردم سوگوار و داغدار میهنم ابراز کنم. فجایع 41 سال گذشته از فریب سینما رکس و زنده زنده سوزاندن چند صد تن از مردم بیگناه حبس در سینما و سپس به دروغ به گردن رژیم شاه انداختنش، تا قصرهای زنجیره‌ای، حوادث دردآفرین دیماه دو سال گذشته، دستگیری و شکنجه بسیاری از معترضین از جمله گروه موسوم به بیانیه 14 تن، کشتار 1500 تن از مردم غیر مسلح و به حق معترض آبان ماه و بازداشت و شکنجه بیش از 7000 نفر، هزاران هزار جنایات و کشتار و فساد و ریاکاری در عرض 41 سال عمر تبهکاران شیطان صفت و بالاخره متلاشی کردن پیکر 176 انسان پر از امید و آرزو به توسط حمله موشکی سپاه و دستاندرکاران بیکفایت. همه و همه، من و همکارانم را همانند 80 میلیون نفر ایرانی دیگر داغدار کرده که درد آن هرگز از حافظه تاریخی ما ایرانیان تا جهانی هست پاک نخواهد شد. ایرانی که در یک پرانتز کوتاه تاریخی پس از انقلاب مشروطه کماکان به بهروزی دست یافته و میرفت تا به عرش ترقی، اعتبار و آبادانی برسد و کشور فرهنگ باخته را با فرهنگ ملی و راستین نیاکانی رنگین و افتخار آفرینی کند، با انقلاب شوم اسلامی به عصر جهل، جنون و جنایت که امروز با نام داعشی قابل توصیف است برد و 40 سال به سان 400 سال تباهی به کشور عزیز ما روانه ساخت. اما این ذات وحشی و خوناشام حاکمان فرقه‌ای فاشیست مذهبی تنها فاکتور مخرب نبوده، بلکه بیکفایتی، ندانمکاری‌ها و سوء مدیریت مدیران کشور از ریز و درشت، چه در امور داخلی و مردمی و چه در امور خارجی، به جاه طلبی های بیرویه و تفرقه انگیز نه تنها ایران را که همه منطقه را به خون و بی‌ثباتی کشانیده و نه تنها ملت ایران که همه جهانیان را به ستوه آورده است. امروز از من خواسته شد در مورد برای نجات ایران چه باید کرد صحبت کنم. طبیعی است که نجات ایران میسر نخواهد بود مگر اینکه نظام جمهوری اسلامی با همه ارزش‌های بی ارزش ایدئولوژیکی خود از سر راه برداشته شود. اما این تنها مرحله نخست پیکار برای نجات ایران است. مرحله دوم پیکار برای نجات ایران که به همان اندازه هم مهم است، دوره پسا جمهوری اسلامی است. در رها گشتن از گره‌های خرافات و همه عادات بدی که ما را از قطار جهان قرن 21 باز داشته است و ساختن و نهادینه کردن ارزش‌هایی که یک جامعه ایرانی نوین آزاد، مترقی و شکوفا که بهترین زندگی را برای بیشترین افراد فراهم می‌کند. اما به باور من نجات واقعی ایران نیازمند پیریزی دست کم ده‌ها ستون ساختاری محکم سیاسی و فرهنگی است.
نرمی و لغزش هر یک از آن ستون‌ها می‌تواند همه ساختار را به خطر تخریب گرفتار کند. از آنجاست که همه ما در هر سطح و اندازه با هر نگرش و گرایش می‌بایست با دقت و حساسیت در این پیکارها سهیم باشید. برای برون رفت از حکومت اسلامی میبایست مردم را به یک تفاهم ملی دعوت کرد، رواداری داشت و از خشونت و بددهنی و دروغ و تفرق افکنی پرهیز نمود. از دور باطل بحث‌های سیاسی نظری که فقط ما را از هم دورتر می‌سازد دوری کرد و در نظر داشته باشیم که توافق ما نه بر سر اتفاقات تاریخی که بر سر اصولی است که ایران را از چنگال جمهوری اسلامی رها و آنچه که ایران آینده را می‌سازد باید باشد. لازم است که اپوزیسیون همسو به ویژه طیف راست میانه و چپ میانه که منطقی تر عمل می کنند، بیشتر اصول دموکراسی را رعایت می کنند و رواداری بیشتری دارند را بر سر اصول مشترک همراه و هماهنگ و همکار کرد و بپذیریم که رقابت ما بر سر نوع حکومت آینده زود هنگام است و تنها ما را از هدف پرت می کنند. نیز نیروهای مسلح کشوری را از نقش دفاعی و انسانی و تعهدشان به حمایت از مردم و میهنشان یادآور ساخت. نباید مبارزه را با کینه‌جویی و خونخواهی اشتباه بگیریم. پادزهر خشم و خشونت مهرورزی و انسانیت است و ما چاره‌ای نداریم جز آنکه جامعه ایرانی را انسانی کنیم و سیاست را انسانیت ببخشیم. اما در همه زمان‌ها می‌بایست خواست مردم در صدر اهداف هر پیکاری قرار بگیرد. البته که همکارم آقای افشار مختاری قرار است که به مکانیزم‌های عبور از جمهوری اسلامی بپردازند. از این روی من تلاش می‌کنم که به چشمنداز و ساختار ستونهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی سالم ایران ساز بپردازم و چند فاکتور اینجا وجود داره. ستونهایی مثل مردم سالاری، رابطه سالم دولت ملت در مقابل دیکتاتوری مطلق، دفاع از منافع ملی ملت ایران به جای منافع ایدئولوژیکی امت مسلمان، دموکراسی لیبرال و سکولار و رهایی از فاشیسم مذهبی، ناسیونالیسم دربرگیرنده و سازنده، فرهنگسازی، روشنگرایی، خردگرایی در برابر خرافات و دوگم پرورانی، ترقی خواهی، عدالت اجتماعی، برابری، عدم خشونت، عدم هر گونه تبعیض، انسانگرایی و حرمت کرامت انسانی، تضمین حقوق فردی، رواداری، ساختن فرهنگ سیاسی سالم مدرن، تفاهم ملی و بسیاری ستونهای مهم دیگری که باید بهش پرداخت. اما قدرت مردمی، people power، مهمترین عامل محرک تغییر است. سکولاریسم لیبرال نه بی‌دینی است نه لایسیته. سکولاریسم لیبرال یعنی بیرون بردن تقدس از امر عمومی و از اداره جامعه، آزادی انتخاب بدون تجاوز به حقوق دیگران، همچنین امکان جلوگیری از افراد به توسط قانون بی آنکه به باور دیگری توهین گردد. دموکراسی حکومتی بر پایه رأی اکثریت است، اما حکومت اکثریت اگر در چهارچوب حقوق بشر نباشد و حقوق فردی را در نظر نگیرد میتواند حقوق اقلیت را پایمال کند. کارکرد دموکراسی نیاز به تفاهم ملی دارد و تفاهم ملی
نیاز به رواداری. برای تفاهم بیشتر در مبارزه برای برقراری دموکراسی در چارچوب حقوق بشر که همان دموکراسی لیبرال است، میبایست نخست بپذیریم که ایران متعلق به همه ایرانیان است، از هر قوم و شهر و ده و آبادی و با هر دین و مذهب و مسلک و هر عقیده و گرایش سیاسی، و به همه احترام بگذاریم. و نیز جدایی دین از حکومت و سیاست، یعنی سکولاریسم، را نهادینه کنیم. مشروط خواهی و ناسیونالیسم با گفتمان تجدد آمیخته است و ناسیونالیسم تنها در اندیشه پویای لیبرال دموکراسی و با چشمانداز دربرگیرنده مورد پذیرش ماست. این واژه دربرگیرنده واژه کلیدی است که در رابطه با ناسیونالیسم باید حتما به کار بره. از بقیده من، ناسیونالیسم مثبت سودمند پویا، در واقع دربرگیرنده، نگهدارنده و دموکراتیک است. نگهدارنده تمامیت ارضی و یکپارچگی کشور، همزیستی و یگانگی ملی است و بیانگر پیوند ملت با کشور، تاریخ، فرهنگ و دفاع از حاکمیت ملی است. و همچنان میبایست بر پیشگیری از هر گونه برداشت افراطی، نژادی و کاهشگرایانه تأکید شود. ناسیونالیسم ملی سلاحی در مقابل ایدئولوژی‌های مذهبی و امت پرورانی. در این بخش از سخنانم میخوام اشاره کنم به بخشی از گنجینه پندها و میراث ارزنده‌ای که آموزگار من، پدر و بنیانگذار حزب مشروطه ایران لیبرال دموکرات، دانشمند و سیاستمدار به نام عصر معاصر، به ویژه عصر تبعید، برای ما به جا گذاشت. اشارم به زنده یاد داریوش همایونه. زنده نام داریوش همایون که 9 روز دیگر 9 سال است که چشمان روشنبینش را به دنیا بسته، اما سخاوتمندانه گنجینه عقل و دانشش را برای ما باقی گذاشته است، با نگاهی متفاوت برای نجات و رهایی از چنگال بازدارنده برون رفت از 3 جهان را به ما هشدار می‌دهد. من خلاصه ای از نوشته اون رو بازخوانی می‌کنم که البته شما می‌تونید تمام مقاله و متن رو در کتاب پیشباز هزاره سوم بخونید. اما این 3 جهان، 3 جهان بسیار مهم نیست که ایشون بهش اشاره میکنه. ایران یک کشور جهان سومی، اسلامی و خاورمیانه است و مسئله ایران را در همین 3 صفت میباید جستجو کرد. ما در چنین وضع تأسف آوریم، زیرا با روحیه جهان سومی میاندیشیم، با معیارهای خاورمیانه ای زندگی میکنیم و اجازه داده ایم که جامعه ما با صفت اسلامی تعریف شود. نگرش و ارزش‌های ما جهان سومی و جهان اسلامی و جهان خاورمیانه است و همینیم که بوده ایم. اگر ما می‌خواهیم از این سرنوشت ناشاد به درآییم، می‌باید حتما اگر جغرافیای ما را نمی‌توانیم دست بزنیم، از جهان معنوی خود مهاجرت کنیم. او اضافه میکنه که جهان سومی بودن واژه دیگری برای واپس ماندگی است. جهان سومی ها ماندگان از کاروانند، سرزمین های زندانی سنت ها که خشونت خمیرمایه هستی آنهاست. خشونت مرد به زن، حکومت کننده به حکومت شونده، ارباب به نوکر. جامعه اسلامی پیشاپیش به معنی داشتن تصور بسیار محدودی از آزادی و مسئولیت فردی است که با یکدیگر میآیند. هیچ کس نتوانسته است یک پایه تئوریک برای مدرنیته در اسلام بیابد.
خاورمیانه بیش از یک تعریف نامشخص جغرافیایی است. خاورمیانه هم مانند جهان سوم یک حالت ذهنی است. خاورمیانه‌ای در فضای فرهنگی و سیاسی ویژه خود اگر هم مسلمان و عرب نباشد به غرب ستیزی به ویژه امریکا ستیزی شناخته است. ایران از این سه جهان بیگانه است. جامعه ما به پایه از پیشرفت رسیده است که باید بتواند معنی مسئولیت را بفهمد، خشونت را از روابط اجتماعی و سیاسی بردارد، اسلام را در سیاست و اداره جامعه راه ندهد و از گیر سیاست‌های خاورمیانه رها شود. جهان سوم می‌تواند همچنان در سنت‌هایش دست و پا بزند و رستگاریش را عقب بیاندازد. جهان اسلام میتواند به اسلام به عنوان هویت خود و جایگزین استراتژی‌های شکست خوردهش بنگرد و واپسماندگیش را ژرف‌تر سازد. خاورمیانه میتواند هر چه بخواهد مسئولیت کاستی‌های سیاست و فرهنگ خیش را به گردن امریکا و اسرائیل بیاندازد و آینده را گروگان مسئله فلسطین کند. ما دیگر نمی‌خواهیم جهان سوم معیار پیشرفت ما، جهان اسلام تعریف کننده فرهنگ ما و خاورمیانه چهارچوب سیاسی ما باشد. آینده ملت ما اگر قرار است بهتر از اکنونش باشد در بیرون آمدن از این دنیا هاست. پشت کردن به جهان سوم، بیرون زدن از خاورمیانه و فراموش کردن اسلام به عنوان یک شیوه زندگی، البته نه یک رابطه شخصی با فروردگار جهان. ما میباید جهان اولی بشویم، زیرا در اصل چیزی از جهان اولی ها کم نداریم. دنیای اسلامی هیچگاه جهان ما نبوده است، آنگونه که برای عرب هاست. ما همواره ایرانی مانده ایم و نه 200 سال تاراج و کشتار و ویرانی را فراموش کرده ایم و نه 1500 سال پیش از آن را. اسلام دین بسیاری از ماست، ولی موجودیت ما نیست. به هر حال این صحبت‌هایی بود که داریوش همایون بارها بهش اشاره می‌کرد و این سه جهان در واقع من فکر می‌کنم پایه‌هایی است که ما باید حتما روش تمرکز کنیم و این پایه‌ها آینده ساز ایران ما خواهد بود. در پایان ضمن تشکر از همه حضار گرامی که به عرایض من گوش دادید، می‌خوام سپاس و درود خود رو و حزب مشروطه ایران رو به هممیهنان دلیر و جان برکف درون مرز برسونم و یادآور شوم که اینک که سرانجام رژیم ضحاکی جمهوری اسلامی از منظر جهانی به انزوا کشانده شده و از سوی دیگر کشتار، جنایات، فساد و سوء مدیریت داخلی اتحاد و خشم مردمی را برانگیخته است، بوی ضعف سرتاسر حکومت را فرا گرفته و عبور از کلیت نظام ملا و سپاه تنها راه گذار از این بزنگاه تلخ تاریخی است. اعتراضات و مبارزات جوانان، دانشجویان و همه حق طلبان آزادی خواه غرور آفرین است و نگاه جهانیان را به خود جلب کرده. در این شرایط حساس ادامه مبارزات تنها راه شکستن دیوار ظلم است و برپایی اعتصابات گسترده زمان نابودی حکومت را نزدیکتر خواهد ساخت. اما به یاد داشته باشیم که قدرت و اراده مردمی پر اهمیت ترین عنصر محرک جهتساز و هدفساز است و مهمترین عنصر نجات از حکومت فرقه‌ای جمهوری اسلامی. از همه شما سپاسگزارم.